اگر مرد راضی نباشد زن نمیتواند از شوهر خود جدا شود. روی هم رفته. اگر مرد مایل به طلاق نبود، زن بدون توسط با حاکم شهر و اثبات تنگ دستی و کتک خوردن پیاپی و زخم برداشتن از دست شوهر نمیتواند از همسر خود طلاق گیرد. اما مرد افسون بر طلاق میتواند از راه زهار که ایشون فرمودن برخی از اصطلاحات رو امروز خواهند گفت، این اصطلاح رو هم به ما بگویند که چیست؟ که در فقه اسلامی یعنی این که اگر مرد به زن خود بگوید چنان که مادرم بر من حرام است، تو نیز بر من چنانی، وارون رضایت و خواست زن برای همیشه به پیوند زناشویی خود پایان میدهد. در بیماری ها و رخدادهایی که به خودی خود منجر به فسخ ازدواج بدون طلاق میشوند، باز زن و مرد از حقوق برابر برخوردار نیستند. جزام، زمینگیری یا فلج، دیوانگی در زن برای مرد حق طلاق ایجاد میکند، اما در مرد برای زن ایجاد حق طلاق نمیکند. یعنی اگر مردی دیوانه شد، زنش نمیتواند از او طلاق بگیرد، اما اگر مرد زنش دیوانه شد، بیدرنگ او را طلاق خواهد داد. مرد مسلمان میتواند با زن یهودی یا مسیحی، آقای آبرامیان یک دقیقه، ازدواج کند، اما زن مسلمان از چنین حقی برخوردار نیست. در ارث چنان که گفته شد، دختران نیم پسران به شمار می روند. سهم الارث زن از شوهر اگر فرزند داشته باشد 1/8 و اگر فرزند نداشته باشد 1/4 است، در حالی که سهم الارث مرد از زن 1/4 و 1/3. همه این نکاتی که با اشاره شد نشان دهنده این است که زن حقوق انسانی بهره نمی برد، نه تنها از حقوق خودش به عنوان زن. اگر زن رو به تنهایی نگاه کنیم و حقوقش رو، بله این حقوق حتی در میان دور افتاده ترین قبایل هم هست، ولی صحبت بر سر این است که آیا زن ارزش برابر با انسان رو دارد؟ آیا از حقوق انسانی برخوردار است یا نه؟ سخن بر سر این است. تمام، خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، بعد از تماشای آگهی‌های تجارتی تلویزیون آبادانا اینترنشنال، تلفن و فکس تلویزیون در اختیار شما هست برای اینکه سوالات و نقطه نظرهای خودتون رو از آقای هومر آبرامیان و حجت الاسلام محمد هدایتی مطرح بفرمایید. 2-3 دقیقه به آگهی‌های تجارتی توجه می‌کنیم، برمیگردیم و شما می‌توانید سوالات خودتون رو عنوان بفرمایید. و بحثی که می‌کنیم در رابطه با رابطه زن و مرد در اسلام و موضوع ازدواج در این دین هست. هموطنانی که موفق نشدند برنامه را ببینند یا دسترسی به تلویزیون ندارند، می توانند از در واقع کامپیوتر استفاده کنند و ما رو روی www.iranradiotv.com ببینند. iranradiotv.com ما رو میتونید ببینید. دوستان میگن تصویر ما خیلی هم خوبه در اونجا، من تا حالا خودم ندیدم. بنابراین آقای هومر آبرامیان هم میتونن فردا به وقت ما، یعنی هفته صبح کالیفرنیا، شاهد ناظر مناظری بودن باشند که امشب اون رو انجام میدن. از این لحظه تا ساعت 10 شب وقت پرسش و پاسخ در اختیار شما بینندگان عزیز است. هفته آینده موضوع آذربایجان موضوع برنامه است و استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر ایرانی استاد جلال متینی درباره آذربایجان صحبت خواهند کرد. موضوع بسیار حساسی است در این ماه که ماه آذربایجان، و در 14 دسامبر آقای هومر آبرامیان درباره زرتشت و اوستا با شما صحبت خواهند کرد. اجازه فرمایید که من خطای تلفن رو بگیرم. خواهش میکنم بیش از 3 دقیقه نگیرید برای پاسخاتون سوالاتون. از آقایانم خواهش میکنم که در زمان حداقل زمان ممکن پاسخ رو بدید که عده بیشتری از بینندگان ما بتونن در واقع سوالاتشون رو مطرح کنن. آقای هومر، من اولین سوال رو میخوام بگیرم، موافقید؟ بله بسیار خوب، خواهش میکنم. بله، من قطع کردم، من نمیدونم چرا قطع شد. اجازه فرمایید دومی رو امتحان بکنم. خودش بزنید باز میشه. بله، نه اجازه فرمایید که نسیم شمال آبادانا اینترنشنال بفرمایید. سلام، حال خوبه؟ سلام قربان. یا روز خاطر باشی، بسیار ممنونیم از برنامه بسیار جالبتون. من متشکرم. سلام و درود می‌فرستم به آقای آبرامیان و حجت الاسلام هدایتی.
و اول میخوام یه موضوع رو مطرح کنم. من فکر کنم بحث بسیار جالبی بود، ولی و البته من هر دوی آقایون رو هم حرفاشون رو متوجه شدم و کاملا هم قبول دارم، ولی مشکل اینه که ما الان یک طرز فکر الهی رو به اصطلاح، یعنی حقوق الهی رو آوردیم و گذاشتیم جلوی یک شخصی که حقوق بشر بعد از الهی رو داره بهش نگاه میکنه. یعنی این دوتا از دوتا به اصطلاح فکر مختلف دارن صحبت میکنن و اینها قابل امتزاج نیست جناب آقای فروزنده. مثل درست روغن و آب میمونه، این دو فکر هیچ وقت با همدیگه نمیتونه به اصطلاح ترکیب بشه و یه نتیجه گیری ازش بشه. برای اینکه آقای حجت اسلام کاملا درست میگن، ایشون حقوق الهی رو دارن صحبت میکنن، ایشون مأخذشون اسلام، قرآن، حرفشون کاملا درسته. آقای آبرامیان دارن به حقوق بشر نگاه میکنن، دارن به اِوولوشن فرهنگ انسانی نگاه میکنن، بعد از الهیات نگاه میکنن و اون رو پشت سر گذاشتن. در نتیجه آقایون حرفشون هر دو به نظر من درسته و بحث جالبیه، ولی این دوتا رو نمیشه اجرا بغل هم دیگه گذاشت و نتیجه‌ای در پایان این بحث نمیشه گرفت. و من در پایان میخوام یک سوال از آقای آبرامیان بکنم اگه اجازه دارم. بفرمایید. آقای آبرامیان میخوام از شما سوال کنم، به طور خلاصه نظر شخصیتون رو بفرمایید در مورد هدایت یا خدمات ادیان ابراهیمی در فرهنگ بشری و مقایسه کنید با به اصطلاح صدمات و خیانت‌های این ادیان به جامعه بشری. به نظر شما آیا کفه خیانت یا به اصطلاح صدمات به جامعه بشری سنگین تره یا کفه هدایت و خدمت؟ بسیار ممنونم. خواهش میکنم. آقای همیهن ارجمندم، هیچ تردید نخواهم کرد و هیچ شک نخواهم کرد که بگویم که کفه خیانت و جنایت در ادیان ابراهیمی بسیار 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 بیشتر بوده از خدماتشون. خدمات در بخش ادبیات، چرا؟ خدمات زیادی انجام شده از تورات به این سو. ما اگر مقایسه کنیم اساطیر فرض بفهمید آشور بابلی، اساطیر رومی، اساطیر یونانی، اساطیر هندی رو و مقایسه کنید با اساطیر عبرانی یا تورات، خواهید دید که از دیدگاه ادبی یک سر و سامانی بیشتری پیدا کردن، زیباتر شدن از اساطیر پیش از ادیان ابراهیمی. اما اگر به تاریخ جنگ ها، به کشتارها و دریاها و دریاها خون که از زمان خود، اما اگر به تاریخ جنگ ها و کشتارها و دریاها و دریاها خون که از زمان خود جناب ابراهیم تا به امروز به نام خدا و به نام پیامبران ریخته شده است، هیچ جنگی در تاریخ جنگ های بشر برابر با اونها نیست. اقیانوس های خونی که به نام خدا یا به نام خدایان از آغاز عصر ابراهیم تا به امروز ریخته شده است از شمار بیرون است. حتی دین